خب چه خبر پژمان خوبی؟ خدا رو شکر شما خوبی؟ قربونت. خوش اومدی. آقا من بگم اول پژمان رو خیلی دوست دارم به چند دلیل. اولا که اولین و تنها فوتبالیستی که من باش رفیق بودم پژمان به خاطر به واسطه خودش نه خودش که اصلا از اول مصاحبه معلومه. به واسطه داداشش هومن جمشیدی من سال 71 یه پسر بود گنده یعنی قشنگ بدن اون موقعی که اصلا موقع بدن سازی این چیزا مد نبود سال بالای ما بود گفت داداش من داداش پژمان جمشیدی خب موقع پژمان تازه مطرح شد و دنبال میکردم دیگه کشاورز و سایپا و اینا بعد گفتم با هم رفیق شدیم با هومن جمشیدی ما رفیق شدیم بعد هیچ سنمی هم با هم نداشتیم بعد دیگه همون شروع شد که ما گفتیم پژمانی هست و بعد دیگه از اون موقع که هنوزم 90 اینا شروع نشده بود من یه خاطره یادم دقیق یادم نیست ولی یادم روز اولی که شما رفته بودی تست بدی برای گزارش بازی لهستان بود اگه لهستان ایتالیا درست میگم نه آره. عجیب بود برام و اینجوری بود که ما از بعد از ظهرش داداشم که از دانشگاه اومد گفت بشین امشب رفیقم هم میخواد گزارش کنه بودم یعنی چی موقع اولین بار بودم چه اتفاقی بود آره برنامه آنچه شما خواستید بود بعد رفتم اونجا آقا گفتم یه بازی میذاریم بعد گزارش که حالا چی ایتالیا لهستان 1982 بودن خدایا من چیکار بکنم اون موقع اصلا از هر چی میدونستم و گفتم خیلی ولی خوب بود آره خوب بود عادل فردوسی پور هستم 20 سالمه دانشجو سال دوم مهندسی صنایع هستم آقای فردوسی ما آماده هستیم که گزارش شما رو ببینیم و بشنویم دقیقاً چه سالی بود بعد 72 بود دیگه 72 بود آره که من جوانان پرسپولیس بودم اون موقع احتمالا آره قشنگ یادم دنبال میکردم دیگه اون موقع مثلا مجله دنیا بشکن ورشی میگرفتیم مثلا پژمان جمشید چیکار کرد چون من اون موقع حتی روزنامه ابرار هم هنوز نرفته بودم دیگه من 73 تازه رفتم روزنامه ابرار 72 اواخر 72 73 بود اون موقع تازه تو جوانان پرسپولیس بودم بعد رفتم کشاورز یه سالی هم به خاطر کنکور بازی نکردم بعد رفتم یه تیم تو کرج بازی کردم جاوید کرج بدونه که خانواده‌ام بدونه چون کرج بود دیگه رفتم اومدم چون اگه میرفتم تهران مثلا اگه 4 بعد از ظهر تمرین بود 12 میرفتم 10 برمیگشتم میفهمیدن دیگه ولی کرج بود مثلا اگه 4 تمرین داشتم 3 میرفتم 6 میومدم برای همین راحت‌تر میتونستم برم از مدرسه که بابام دبیرش بود فرار میکرد انقدر بیشور بودم و میگن صبحش میفهمید ما چیکار میکرد آره دیگه میفهمید برون نمیامد پژمان ما آخرین مصاحبهمون با هم فکرم 9 سال پیش بود تو برنامه 90 تازه پژمان رو بازی کرده فکرم وسط های پخش سریال پژمان بود اونجا گفتی که من تنها 37 ساله دنیا هستم که نمیدونم چی کار میخوام بشم تکلیف هم معلوم آره تکلیفت معلوم نبود بعد به ذرس قاطع اونجا گفتی که آقا من مدرک بیم رو گرفتم منتظرم که فدراسیون به من زنگ بزنه که من برم ایو بگیرم هنوز زنگ نزد زنگ نزدم چند سال 9 سال گفتن یه 9-10 سالی طول میکشه ولی آره من بلافاصله بعد فوتبالم رفتم گرفتم دیرو حتی دیرم رفتم نشستم بعد دیگه رفتم یه 1-2 سالی هم مربیگری کردم دیگه به عین نرسیدم وقتی دیگه وارد این حرفه شدم دیگه فرصت این که بخوام برم سر کلاسای ای بشینم و هنوز تا الان پیدا نکردم ولی خیلی دوست دارم مربیگری جدی دوست داری خیلی خیلی کار جذابی ولی کار 24 ساعته است یعنی همه زمان تو به نظرم باید بذاری به بچه‌ها فکر کنی و به تاکتیک تو به سیستم تو خیلی دلم تنگ شده برای اردوهای فوتبال خیلی الان که مثلا میرم برای اکران یه فیلمی مثلا شیراز اصفهان اینا میرم تو اون هتلی که قبلا با تیما میرفتم برام خیلی اتفاق عجیبیه اصلا از چی به چی و یه آدم فوتبالی اگه بخواد پژمانو معرفی کنه میگه خب فوتبالیست سابقی که بابا کرونا داری به خدا سرفه هم میکنی اصلا این سرفه بود آره ما سرفه کردی خب ماسک بزن بابا گلونه نیست حساسیت دارم به چی؟ گلوگی ها به تو بعد بگم جلو تصویر تو بچه بودی واقعا پرسپولیسی بودی خدایش تو همه جا به من همه گفتی من شارخ بهینه دوست دارم آره من اصلا شارخ خیلی شارخ به عنوان سمبول استقلال اصلا تیم ملی 90 پکن من بی تقصیرم اون تیم ملی 90 پکن که رفت قهرمان شد که آقای پروین هم بودی آقای پروین خودش شاید ازم استقلالی بوده اون موقع چون ترکیب تیم 9 نفرش استقلالی بود یه موقعی عوض میشد مثلا استقلالی بشم شاهینی میشدم یه موقعی حزب باد بودم تا یه مقطعی ولی جدیتر که شدم دوست داشتم پرسپولیس بازی کنم جدی تر که شدم
یعنی دیگه اومده بودم چه بودم جوانان پرسپولیس یا مثلا تیم ملی نوجوانان و اینا، یه ذره بیشتر وارد فوتبال شده بودم، دوست داشتم پرسپولیس بازی کنم. شاید به خاطر فوتبالیست های دهه 60 اون مقطعی بود که خیلی فوتبالیست های دوست داشتنی بودن. کرمانی مقام خیلی دوست داشتم. موقع که کشاورز بودی گویا یه داور رو کتک زده بودی. خیلی اتفاق جالب. نه بابا من که آره زمان فوتبالم مثل الان هم نبودم، آقا پیر شدم، ولی اون موقع یه ذره آدم شهری هم بودم. توی لیگ یک بازی بود که مرگ و زندگی بود، بازی با شاهین اهواز داشتیم، تو کورس بودیم جفتمون، منم 11 12 تا گل زدم فکر کنم، با 12 تا گل اون سال آقای گل لیگ یک شدم مرحله اول. نمیدونم چی شد، بازی یکیش به نفع ما بود، یه پنالتی واقعا بیموره، حالا به نظر من بیدلیل آقای جلال مرادی گرفت، همینجوری درگیری شده بود. منم بچه بودم، یعنی سنم خیلی کم بود اون موقع، سال 73 4 بوده دیگه، 17 18 سالم بود. این همینجوری که داشت با هم ریخته بودن سرش و یکی دو تا بازیکن داشتیم، داشت همینجوری قرمزا رو به اینو بخش می‌کرد، من همینجوری دستم رفاله این چرخید، منو دید، من همینجوری خوش شدم. یکی هم هست که ضرور تو سرش فکر منم، ولی من واقعا نزده بودم، اصلا جرأتشو نداشتم، اینقدر سیبیل داشت، من اگرم میخواستم بزنم جرأتشو نداشتم. آره جدی گفت چه کار می‌کردی؟ گفتم هیچی آقا، ولی پنالتی نبود فلان و بازی تموم شد. بازی تموم شد و بعد دیدیم حکم اومد، من 6 ماه محروم کردن. از من هیچ کاره بودم. ای خدا هیچ کاری نکرده بودی بابا. من میگم اصلا یه دونه هول کسی رو نداده بودم. بعد شدم جسه ای نداشتم. یادم نیست حالا میگم خدایی شاید یه دونه لگن زده باشم. ولی چی میگی؟ قسم خوردم میگم دروغ نگم. لگن مشتری یادم نیست من زده باشم. لگن زده بودی بابا. به داور نزدم، اگرم زدم به یکی زدم اون وسط مسطا که بازی هم یکی شد ما حذف شدیم، یعنی که شوبرس حذف شد، گلش هم من زده بودم، با سرم زده بودم اون بازی، یکی جلو بودیم با سرم گل زدم، گل خیلی خوبی زدم به جان عادل، خیلی گل عجیبی زدم. فیلمش نیست همینجور بگو دیگه. مثلا با سر گل نزدم من، به چوکای تاله زدم، فیلمش هم بری بگردی موجوده، دو دو هم شد، اون چی بود قله عقاب ها بود، آره دو دو شد بازی. شانسی که آوردم لیگ توی مقطع 4 ماه تعطیل شد، یادم نیست چرا، ولی 4 ماه اینجوری گذشت. یعنی من تو تمرینات پرسپولیس، من اون سال آقای آبدینی، من آقای کریمی رو از فت و حمید مطهری، اگر شما نکنم سعید رمضانی داماد آقای اعجازی، ما 4 نفر رو آوردن پرسپولیس، یادم 3 میلیون دادن رضایت‌نامه منو گرفتن، علی کریمی هم از فت اومد و 3-4 ماش توی تمرین های پرسپولیس گذشت، تو پیش وصل پرسپولیس که متکوویچ رو آورده بودن، فوروارد هم بودم اون موقع، همه پرسپولیس فوروارد بودن تقریبا، هر کی میومد لخمه شد من میدیدم فوروارده، من نمیدونم کی دفاع بازی میکرد، همه فوروارد بودن، کوروش بروگ بود، بهنام سراج بود، ادموند بزی بود، مهدوی کیا بود، هادی مهدوی کیا، همه فوروارد. بعد دیدم من که اینجا بازی بهم نمیرسه، سه هفته هم گذشت، سه هفته اولم گذشت، دیدم بازی بهم نمیرسه و اون داستان برگشت آقای پروین به فوتبال شد. اومدن و گاوی زدن زمین توی کارگران و اینا، آقای پروین به فوتبال رجعت کرد. من روز اول نه روز دوم توی یه دونه تو کارگرانم که اتاقای درب و داغون و اینا دیدم با آقای خوردین داره صحبت میکنه، رفتم تو. آقای علی دوستی گفت من هر وقت تو بیای من تو رو میخوام. یه بازی 10 دقیقه ما تیم ملی دانشجو جلوشون بازی کرده بودم. اومدم با آقای پروین گفتم بزنین من برم تو رو خدا، میرم سایپا چاق میشم چله میشم بعد میام شما. بعد گفتش که خیلی هم براشون سوسو بودی، اصلا اسم منم شاید نمیدونست اون موقع، گفت برو خورد. میگو آره چرا که نری، برو یه جا بازی کن پسرم، آفرین انشالله خوب باشی، ما دوباره بیایم دنبال. خیلی ناامید بودن که اصلا بابا چی میگن، کی بیاد دنبال تو، که دیگه من اومدم سایپا. یادم چهارشنبه قرارداد بستم، جمعه با یه تیم شمالی بازی داشتیم، یا شموشک بود یا ایرسوتر بود، که 4 تا زدیم گل 4 من زدم دقیقه 70 من رفتم تو، که دیگه 3 سال کامل سایپا موندم و بیشترین افتخاراتی هم که به دست آوردم از لحاظ ملی و اینها، دعوت شدم به تیمای ملی تو سایپا بود. یعنی هم تیم ملی امید انتخاب شدم و دعوت شدم و موندم و بازی کردم، و هم تیم ملی بزرگسالان، و که بعدش هم اومدم بعد از مقدماتی جام جهانی 2002 اومدم پرسپولیس. بعد یه جا گفته بودی از دوسبورگ آلمان پیشنهاد بله، داشتی. بله رفتم اونجا، داشت قراردادم با سایپا تموم میشد، جام ال جی مصر بود اگه یادت باشه،
که دو تا بازی با کره و کانادا کردیم، به کره یکی هیچ باختیم با پنالتی، کانادا هم یه سر زدن که من ابروم پاره شد، تعویض شدم، آقای انصاریان اومد تو زمین. وقتی برگشتیم فرودگاه من دیدم مثلا یکی از بچهای بین روابط عمومی سایپا توی فرودگاه است و گفت این مدارکت فردا باید بری آلمان. فرداش رفتم صفه کن از گردش کرج را افتادم، اومدم رفتم دوباره گذرنامه اونجا مدارکم رو گرفتم رفتم فلان، شبش رفتم آلمان، رفتم دویسبورگ آلمان. ولی خیلی دوست داشتم بیام پرسپولیس بازی کنم، یعنی حس می‌کردم که من اون آرزویی که از بچگی داشتم و نزدیکشم دمشم، میخوام بیام برم دویسبورگ آلمان. به نظرم یکم نفهمی کردم، یعنی البته خب من چون دانشجو هم بودم تهش میتونستم یه سال دو سال بازی کنم، بعد دوباره مکافات سربازی داشتم مگه اینکه بر نمیگشتم دیگه. رفتم دویسبورگ آلمان، یه شهری بود که خیلی مردم ترک توش زیاد بودن، خیلی تقریبا بیشتر ترکی صحبت میکردن تا آلمانی. تیمم تو لیگ یک بود، یعنی بوندسلیگا نبود، اوبرلیگا میگن بهش، بوندسلیگای دو بود. و جالبه که همون سالی که من رفتم و من واقعا خوب تمرین نکردم اونجا، میخواستن به من 280 هزار مارک بدن اگر اشتباه نکنم، که نصفش به سایپا میرسید، یه بخشش رو مدیر برنامه هم برمیده، مدیر برنامه که من نداشتم، یه آقایی بود که اون موقع کار بچه ها رو میکرد. خوب تمرین نمیکردم، اصلا شرایطم شرایط خوبی نبود، سانت نمیتونستم درست بکنم و این مربی اومده بود کمک مربی تو مصر، ما رو دیده بود و سرمربی هی اینو نگاه میکرد میگفت خدا این کجا بوده، این اینجوری نبود اصلا. نه حالا انقدر بعد که خودشون هم اومدن گفتن که ما میخواییم اینو ولی با 240 هزار مارک، که اون موقع دیگه هیچی تقریبا به خودم نمیرسید. که من اومدم پرسپولیس با 14 میلیون تومن اومدم پرسپولیس و گفتم این آرزوم بوده دیگه، بذار به آرزوم برسم، شاید برم دویسبورگ دیگه قسمت نشه بیام. 14 میلیون موقع حتی بود بدی نبود فکر کنم اون موقع، ولی سقف پرسپولیس 18 میلیون تومان بود. اما 14 میلیون حتی میشد مثلا خونه هم حتی خریدیدم، شاید با مثلا 1 و نیم برابرش میتونستی یه خونه بخری تو سعادت آباد توی محله اینجوری. مایلی کوهم بت قاعدتا باید زیاد گیر میداد براز شخصیت تو اینا، فکر کنم خیلی میخندیدیم، خیلی خیلی خب یه خصوصیت اخلاقی خودش رو داره، این سختگیریایی که اون داشت فکر کنم با شخصیت تو خیلی سازگاری نداشت دیگه. آره ببین زمانی که من بودم گیرا رو من بود و اینا، بعد امیرآبادی اومد با مثلا با موتور می اومد، این موتور چیزا با کتونی زدیکس و اینا مثلا اونو، بعد دیگه کاظمیان اومد دیگه من یه ذره خیالم راحت شد که این جوان‌تر از من است میتونه به اینا گیر بده، ولی خب خصوصیت اخلاقی خودش رو داشت. آقای مایلی کوهن دل و زبونش یکی بود، آره. حداقل زمانی که من باهاشون کار کردم، اگر با کسی خوب نبودن خوب نبودن، اگه با کسی خوب بودن خوب بودن. بعد برگشتی پرسپولیس، این دفعه پروین چطور بود برخوردش با؟ اصلا فکر کنم یادش نبود من همون آدمم هم. دیگه هیچ وقت هم صحبت نکردیم راجبش دیگه. وقتی من برگشتم اولین بار که رفتم برای بستن قرارداد و اینا، از اردو تیم ملی رفتم که قرارداد ببنم برگردم، مثلا سر ناهار تیم ملی رفتم قرارداد ببنم برگردم بیام دوباره بعد از ظهر تمرین، گفت همه اون تیم ملی رو می‌بینی؟ چند نفر این؟ گفتم مثلا علی آقا 25. گفت 25 شتون بنده کفش منم نمی‌شی. حالا برو بنویس. رفتم قرارداد رو بستم و همون 14 میلیون و همون سالی بود که قهرمان شدیم دیگه. هیچ وقت اون خاطره رو یادم نمیره، بازی پرسپولیس و فجر سپاسی هنوز این جایگاه گزارشگرا نبود، شما کنار زمین گزارش میکردی ایستاده، بازی که قهرمان شدی. نه نشسته دیگه، ایستاده که نه نشسته بود، شاید هیجان باعث شده بود با ایستاده بودی. نه بابا شما بازی که استراب و ملوان داشت، استراب و ملوان داشت، ما با فجر سپاسی. آره دیگه خب چه صحبتی. بعد یادمه که من قشنگ کامل یادم یه رو 20 دقیقه آخر بازی فقط با شما حرف زدم. آره من یادم تو اینو، تنها راه ارتباطی ما نتایجی بود. آره اون موقع نه اینترنتی بود نه چیزی بود، همه میومدن افشین پیروانی بود فکر کنم میومد میپرسید آقا چند چند هم باید. اون برای من تنها چیزی که بود آن تصویر، تلویزیون نصف بود دیگه. آره تصویر، آره چیز میکردم بازی اون برای استقلال و ملوان. بله اصلاً نتیجه نباید میگیره و شما باید میبرد. حالا در مورد اون سال درستی همه گفتن ما هفته آخر به قهرمانی رسیدیم و اینا، ولی اون سال ما یه باخت خیلی عجیب دادیم تو آزادی به برق شیراز، یعنی ما اگه اون بازی رو نمیباختیم به نظرم بازی آخر اصلا تشریفاتی میشد. ما به برق شیراز تو تهران باختیم
یه خیلی عجیب بود، یعنی اولین باری بود که من دیدم آقای پروین فوشاش یه ذره از حالت شوخی خارج شد. آره شوخی بود، با همه جدی بود. ببین مثل ما که ما دوتا، شاید من و شما رو مثال عرض میکنم، دو تا رفیق با هم حرف میزنن یه فوشه هم وسطش به هم میدن، تو به دل نمیگرفتی؟ یعنی اگه یکی یه فوش ناموسی به تو بده، خب قطعا تو بلند میشی یه ریاکشنی نشون میدی. اصلا هیچ وقت هیچ کس ناراحت نمیشد، مثل یه رابطه دوتا برادر، پدر و پسر. ولی اون روز من یادمه که رخکن رو به آتیش کشید. یعنی پس یه سری بازیکن تو هم اون کسایی بودی که فوشخورت خوب بوده با علی پروین. یعنی قشنگ محمد کاویانپور بیشتر از همه، یعنی معدنچیای اون زمان شما بودید دیگه. معدنچی هنوز نبود دیگه. نه آره، معدنچیای اون موقعش همیشه که گیر می آورد قشنگ بتونه راحت. آره من و حامد خیلی زیاد بودیم. اون بازی که اصلا همه رو با خاک یکسان کرد، داوود فنایی، و خیلی روز عجیبی بود. بزرگترهای تیمم جلو نشسته بودن، اسم نمیارم کیا بودن. بعد علی آقا که فوش میداد برمیگشتن ما رو نها میکردن، میگفتن میگفت خود فلان فلان شده تو میگه. خیلی باخته عجیبی بود، اصلا به هیچ عنوان ما نبود اون بازی رو به برق میباختیم. خاطر حامد کاویانپور با کریم باقری هایلایت همه، یعنی خودم هر وقت دلم بگیره به این فکر میکنم میمیرم. اخن آقای باقری از انگلیس اومده بود، آقای پروین هم عاشق این رفت و برگشته کریم باقری بود، همش به بغلیاش میگفت نگاه کنم چجوری میره چجوری میاد. اونم عین ماشین تو آلمان هم دیگه بیشتر هم یاد گرفتیم میرم میومد. بعد یه چیزی هم آقای باقری از اونجا بیشتر یاد گرفته بود، پاس محکم میداد. آقا پاس میداد انگار شوت ما نمیتونیم استوب کنیم. میگفت بابا بعد پاسو محکم بدی دیگه. دم بابا لعنت این شوته دیگه، این پاس نیست. میگفت آلمان اینجوری بوده، ما هم که ندیده بودیم. میگفتیم حتما این درستی. خلاصه میگفتش که باری کلا به این کریم چه غیرتی داره اینا. هی حامد رو تغییر میکرد، کریم باقری رو بزرگ میکرد، حامد کاویانپور تغییر، حامد میدویدیم بر میدویدیم و تغییر میزد زبونش آزو کن خاک تون سرت کن. یه بازی نشسته بودیم همینجوری، من و حامد بغل هم نشسته بودیم، آقای پروین همیشه آقای ابراهیمی حرف میزد، صحبت ها رو میکرد، آقای پروین نشسته بود اونجا این پاهر رو اینجوری میزد و اینا. بعد آقای ابراهیمی میگفت آقای پروین بفرمایید. میگفت چی بگم دیگه ناطق خان، یه صلوات بفرستید. بلند میشد صلوات رو میفرستنم. اومد یه روز که حامد بغل من بود و خیلی هم ناراحت بود از این داستان که علی آقا گیر میده بهش، گفت آقای کریم آقا من یه ایراد به شما بگیرم. حامد زد به پای من، خیلی خوشحال شد بمیرم براش. گفت آقای کریم آقا چرا به این حامد نمیگی برگرد؟ بی نظیر بود، این یخ کرد یخ. تو خودت اون دو دستگی هایی که تو تیم پرسپولیس با علی پروین بود خودت کامل تجربه کردی دیگه، چند سالی که اونجا بودی همش این دو دستگی میرفت هی میومد هی برش میداشتن برش میگردوندن. ولی زمان بگوویچ که اومد و خیلی ها به ما گفتن که آره ما یه هفت نفری بودیم که پای آقای پروین وایسادیم، من پای آقای پروین صرفا وای نستادم، پای تقابل زور، قدرت سیاسی که اون موقع بود و یک تیم مردمی. نمیخوام واقعا شعار بدم، من درست آقای پروین رو دوست داشتم ولی پرسپولیس رو بیشتر دوست داشتم. منظور عرضم اینه که اون موقع بعد از اینکه ما برگشتیم که یه سری از دوستانم که حالا برنگشتن گفتن که ما پای آقای پروین وایسادیم، ولی اینجوری نبود صادقانه. هر هفتمون رو نمیخواستن، از اون هفت نفر فقط پنج نفر رو میخواست آقای بگوویچ. گفت اگر همینا رو بخواید ببخشید من فقط این پنج نفر رو میخوام. همون موقع آقای دادکان هم مدیر تیم دانشجوهایی بود که من کاپیتانش بودم و برگشتیم، و همون موقع هم به من گفت طبق قانون هیچ راهی نداری غیر اینکه برگردی، برنگردی سر تمرین محرومت میکنن و ما اصلا کار دیگه ای نمیتونستیم بکنیم. ولی اون موقع هم این شایعه بود که اینایی که اومدن با آقای پروینن، ولی من به روح مادرم یک بار در اون سال با آقای پروین حتی تلفنی هم حرف نزدم، اصلا دلیلی نداشت. من برای پرسپولیس اومده بودم بازی کنم، ولی حتی ما رو اخراج کردن، یعنی یه مقصدی من و آقای استیلی و آقای جباری و آقای باقری و اینا رو اخراج کردن که دوباره برگردون. خیلی به نظرم خنده دار و بچگونه بود که یه کسی پیرانه تیمی رو بپوشه بعد بره به مربی سابقه، به خاطر مربی سابقش بهت مثلا راه بره که تیم ببازه، پس مردمی که دارن نگاه میکنن. نه واقعا اینطوری نه. خب یه شروع استثنایی داشتید با تیم وینگو، 8 به پگاه زدید و بازی رو آره پشت هم
بردید. اون فصل چی شد نتونستید قهرمان بشید؟ من فکر کنم دو دستگی روی سکوها خیلی تاثیر داشت، بیشتر از دو دستگی بچه‌ها تاثیر داشت و هیچ وقت اون تیم یکی نشد دیگه. یعنی هیچ کس نیومد بگه آقا برای قهرمانی پرسپولیس بیایم امسال از خواسته‌های خودمون بگذریم همه یکی بشیم. من به نظرم یکم دو دستگی روی سکو، یعنی تیم دقیقه 20 اگه گل می‌خورد فوش می‌خورد، تا دقیقه 40 گل نمی‌زد فوش می‌خورد و بزرگتره تیم خیلی تحت فشار بودن، آقای دایی، آقای پیروانی، آقای استیلی از یه طرف دیگه. و آره دیگه دو دستگی شده بود، یعنی یه سری تو تیم آقای پروین انگار بودن، یه سری تو تیم آقای دایی و بگوویچ و غمخار و اینها، و تیم نابود شد، از بین رفت. خیلی هم تیم پرستاره بود. آره خیلی پرستاره بود. بعد اولین باری که پیرن تیم ملی رو پوشیدی همین بازی بود که گرجستان که گل زدن. همون بود دیگه. چه حسی داشتی؟ ببین حس قبلش که هیچ، که اصلا این که خودم رو دیدم و بعد بازی کردم، حس بعد از اون گله برام خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه تقریبا من 90% راه رفتن به لبنان رو طی کرده بودم. چون قرار بود از اون ترکیبی که جلوی گرجستان بازی کردیم تای 6 نفرشون انتخاب بشن، با اون اصلا با بچه‌ای که تو اون بازی نبودن 22 تا بشیم و بریم لبنان. و من چون اون گل رو زدم فکر می‌کردم که دیگه، و درستم فکر می‌کردم، یعنی من انتخاب شدم. خیلی هم عجیب اعلام کردن، یعنی ما مثلا اگه 26 نفر بودیم آخرین تمرین رو انجام دادیم، اندازه‌ای کت شلوارمون هم کرده بودن مثلا چند روز قبلش، گفتن برین خونه بهتون زنگ می‌زنیم که یا بعد بیام فرودگاه. و تو فکر کن چقدر به موبایل باید نگاه میکردی که زنگ بزنه، لعنتی زنگ بخوره. تو میگی 21 بازی ملی کردی ولی تو کتاب فدراسیون فوتبال 19 تاست. آقا من الان بس میگم حالا بچه ها در بیان 13 تا بازی ملی، 13 تا بیشتر. چه گیری رو من داری، همینجوری میرفتی حق تو از تلویزیون میگرفتی الان برگشته بودی که اینجوری پیگیر بازی های منی. عزیزم برو به مشکل خودت برس. حالا من چه فرقی برای تو دارم من 19 تا باز کردم 14 تا؟ آقا اصلا 50 تا 13 رو امروز رو کردی، چون تو 90 14 بودم تو 90 یکی کم شدی هدف باشه دیگه کم شد 13. آقا من اصلا بازی ملی ندارم، ولکن هر دفعه ما میشیدیم جمعا سکه یه پول میکنی جدا. من فهم میکنم هر آدم فوتبالی که بخواد پژمان رو تعریف کنه میگه فوتبالیست سابق تیمای کشاور، سایپا، پرسپولیس، پاس، فولاد، استیلازین، ابو مسلم، این چیزا میاد تو ذهنش. ولی الان از نمیدونم اونه که اخیراً طرفدار تو شدن بپرسن میگن که پژمان جمشیدی ستاره بامزه سینمای ایرانه که ادعا میکنه قبلا فوتبال بازی کرده و یه گل ملی داره. یعنی تعریف ها فرق کرده دیگه. خودت اگه بخوای خودت تعریف کنی میگی چی در مورد پژمان چی میگی؟ به نظرم فوتبالیست بودنم برای خودم همیشه ارجحیت داره راستش، چون گفتم یا بهترین سالای زندگیم بوده اون سالا. اولا که سالای اولیه تجربه شهرت چیز جالبیه برای جوان، حال خود شما هم اینو تجربه کردین، هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه، عادی میشه دیگه، واقعا عادی میشه. شهرت الان کاملا یه عادیه، یعنی من هیچ وقت به این فکر نمیکنم که الان میرم بیرون مردم منو میشناسن، اصلا این دیگه نهادینه شده در من. ولی اون موقع خیلی برام جالب بود که با خانواده‌ام برم تو یه رستوران خدا کنه یه نفر بیاد منو بشناسه، این خیلی چیز جالبی بود. برای همین خب این تجربه اولیه‌اش خیلی جالب بود. بعد خب عاشق فوتبال بودم، من اصلا عکس بدون توپ فوتبال ندارم، هر چی عکسای قدیمی رو نگاه می‌کنم من یه توپ زیر بغلم هست، اصلا یادم نمیاد کاری غیر از فوتبال کرده باشم. بلدش بودم و من همه پستای من، شاید این عجیب باشه ولی برای خودم فوتبالیست دیگه رو یادم نمیاد. آقای قلیچخانی و نمیخوام خودم با ایشون مقایسه کنم چون واقعا فوتبالیست بزرگی بوده، ولی شنیدم اینجوری بوده، من تو بازی رسمی تمام پستای فوتبال بازی کردم غیر از دروازه‌بانی، یعنی برای پرسپولیس دفاع آخر بازی کردم، دفاع راست بازی کردم، دفاع چپ بازی کردم، برای تیم ملی امید هافک دفاعی وسط بازی کردم، برای سایپا هافک چپ و راست، الهام ماشاءالله همه پستا بازی کردم. ولی خب مثلا اینکه برای تیم ملی امید دفاع آخر بازی کردم، خودم همیشه خدا رو شکر میکنم که من از فوتبال ورزش شروع کردم. یعنی پژمان جمشیدی فوتبالیست محبوب تر بود یا پژمان جمشیدی بازیگر؟ سینما فراگیرتره به خاطر اینکه خانواده ها میرن میبینن، با اومدن پلتفرم ها همه تو خونه میشینن، با زدن یه دکمه میشینن ما رو نگاه میکنن. ولی فوتبال آیا اون ساعتی که تو بازی داریم باشن خونه نباشن، خانوم ها علاقه به فوتبال داشته باشن اکثریتشون یا نداشته باشن؟ هر چند که من به دوستام میگم شهرت پرسپولیس استقلال به خصوص تو زمانی که ما فوتبال بازی می‌کردیم عجیب بود،
یعنی تو در عرض یک هفته از یک آدم ناشناس تبدیل میشدی به یک ستاره‌ای که همه تو خیابون نشونت میدادن. خدا مهرداد مینوبند رو رحمت کنه، ما از اردوی تیم ملی بعضی موقع شبا آزادمون میکردن، مثلا 8 شب آزادمون میکردن، میگفتن 12 شب برگردید. یه بار اومدیم رفتیم یه رستورانی توی ولیعصر نشستیم، من هنوز پرسپولیس نرفته بودم، قرار بود بعد از اردو برم پرسپولیس بعد از اون اردو. اون موقع به من گفت تو باورت میشه که الان مثلا تو این اردویی و یک ماه دیگه که لیگ شروع میشه تو دو ماه دیگه بیای یعنی اینجا بشینی بیشتر از من میان سراغت. مثلا اگه کسی میومد سراغ میز ما میومدم سراغ مرتاد، کسی خیلی به من توجهی نمیکرد. حالا منم بازیکن ملی بودم که سایپا بازی میکردم. خیلی یهو شهرت یهویی داره، همونطور هم یهویی از بین میره البته فوتبال. و اون داستان سریال پژمان اصلا از همون یهویی تموم شدنش اومد. حالا بیشترش هم بعد از رفتن از پرسپولیس بود، نه رفتن از فوتبال. یعنی من از وقتی از زمان از پرسپولیس اومدم بیرون سراشیبی پایانم شروع شده بود، چون انگار بازیکنی که از پرسپولیس استقلال میره چند سالی توش بازی کرده دیگه، حالا یکی دو سال اول مردم پیگیرن فلانی چی شد، بعد دیگه اصلا یادشون میره که کجا بود. اتفاقات بامزه‌ای برام میافتاد تو بانک و که خیلی بارها تعریف کردم، تو بانک، تو سوپرمارکت محل و اینا. اینا رو برای پیمان تعریف میکردم، خیلی غم انگیز بود ولی ما خیلی میخندیدیم سر اینا و اینا خیلی منو مسخره میکردن و سر این اتفاقات. که چه میدونم مثلا خیلی خلاصش اینه که میرفتم سوپرمارکت نمیذاشتن من دست به چیزی بذارم، بعد میذاشتن اینا رو اول میذاشتن تو صندوق، پولو به زور میدادم. بعد این پرسپولیس تموم شده بود، یکی دو سالی گذشته بود، دو ساعت صداش کرد آقا آب کجاست؟ آقا آباد فریال بابا اونجاست دیگه بارو گم شو بردار. اینا خیلی بامزه بود، من این تعریف کردم پیمان میگو اینا خیلی ایدای بامزه ایه. این ایده ها همینجوری جمع شد و یه روز من ساعت 9:30 صبح دیدم میسکال دارم از پیمان چند تا، بعد گفتش که آره ما این سه تا طرح برای تلویزیون بردیم، یکیش همین فوتبالیسته است، تلویزیون خیلی از این استقبال کرده، بیا بشینیم کمک کن که یه سری چیزایی که یادت میاد رو بگو من بنویسم و اینو. ولی خب قرارم نبود من بازی کنم اصلا، اصلا اینکه تو بتونی بگانی یه فوتبالیست بگی و نقش اصلی یه سریالو، خیلی کار ریسک بزرگیه، چون واقعا بازی کردن یه سریال به عنوان نقش اصلی کار راحتی نیست. خود پیمان میگه من یک صدم اتفاقاتی که الان افتادنم تصور نمیکنم، یک صدم حتی. استقلالی کیسه؟ مربی از الان میاد تیمو میگیره فامیلاشو میاره تو این تیم، مثلا قهرزادهشو برمیداره تو میاره تو این تیم. آقا یه مربی که شما این کارو میکنی شما دزدی. دایی جان فردا تمرین هست که تعطیلیم. خب وقتی در اوهایو طوفان میاد نفت دریای شمال قیمتش میره بالا، دلار میره بالا، نتیجه مذاکرات 5+1 میشه 6 جان 7. اسم گروه 5+1 چرا اسمش 6 نیست پس؟ سرباز هخامنشی به پریسا چی میگفت؟ آقا دیوونه شدی؟ من چه میدونم؟ داشت با میخی با هم صحبت میکردن؟ بازم بچه های ما با توجه به تکنیک ذاتی که دارن اولین بازیکن تیم ملی ما پشمان جمشیدی. فکر کنم حسرت نرفتن به جام جهانی رو داری دیگه تو این همه بحال شدید. در سطح اول فوتبال بودی ولی جام جهانی رو تجربه نکردی. ما زمان آقای بلازویچ همینجور مرحله به مرحله خاطرت باشه می اومدیم جلو، یک مقطع یه لیست سیاهی فدراسیون فوتبال داشت که بعد از جام جهانی یه سری رو دعوت نکردن دیگه، طبق معمول این کشور همیشه داره از این چیزا. آقای منصوریان بود، آقای عزیزی بود، آقای پیروانی بود، آقای عابدزاده بود، بزرگان 98. توی مقطعی که آقای بلازویچ اومد همه رو دعوت کرد، یعنی شدیم 40 نفر اگه اشتباه نکنم. از این 40 نفر قرار بود که 25 نفر بریم اتریش، اون اردوی یک ماهه‌ای که بدنسازی بود و اینا. خب اصلا تو اون تیمی که همه بازیکن‌های استقلال پرسپولیس و لژیونران، من و نکونا محلی از اعراب نداشتیم. نمیگم 99% مطبوعات اون موقع، 100% مطبوعات اون موقع که 25 تا رو حدس میزدن یا میخواستن خطی به سرمربی تیم ملی بدن یا فشاری بیارن، من و نکونام بدون تردید در اون 15 نفر خط خورده بودیم. و خب اونا بچه های 98 که برگشتن حتما هستن در این 25 تا.
آقای برازیلیش ما رو تو 25 منو نکونامو انتخاب کرد و تمام حدسایی که روزنامه‌ها زده بودن و اینا از بین رفت. رفتیم اون کمپه و اتاقا رو تقسیم می‌کردن، مثلا میگم آقای پیرومانی، آقای استیلی، آقای مهدوی کیا، آقای هاشمیان مثلا یه اتاق، آقای باقری، آقای کاویانپور، آقای کریمی مثلا یه اتاق. همینجوری اتاقا رفت، من موندم و آقای چلنگر و جواد نکونام. ما یه دونه طاووس بود همیشه رو اون چیزه بود، واقعا ما چهارتا مونده بودیم موجود زنده. بعد آقای برانکو اومد، اون موقع کمک آقای بلازویچ بود، گفت شما سه تا هم برین توی اتاق، من آقای چلنگر و جواد نکونام. خیلی واضح بود که ما قطعا انتخاب نمیشیم برای مقدماتی. شاید این حرف هم با مزه باشه براتون، خب سنمون هم کم بود، من و جواد نکونام اومدیم، نمیدونم خودش یادش هست یا نه، دست گذاشتیم رو دست هم، گفتیم که آقا اصلا مهم نیست که الان به ما توجهی نمیشه، ما یه کاری میکنیم که پایان این اردو انتخاب بشیم، سربلند بشیم. واقعا اینو اتفاق افتاد و طوری شده بود که آقای بلازویچ، اینی که دارم میگم اصلا اغراق نمیکنم و به خاطر اینکه اول خاطره رو اینجوری شروع کردم نمیخوام پایانش، میگفت همتون باید مثل پژمان و جواد نکونام تمرین کنید. اصلا از اونجا شد که دیگه من تقریبا آلترناتیو، یعنی جفتمون شدیم آلترناتیو 12 مثلا، اگه یه بازی کنی و میخواست نظاره یا منو میذاشت جواد، که جواد بازی که خیلی براش سرنوشت ساز بود به نظرم اسلوواکی بود که جای حامد، خیلی به حامد گفت نرو برای تساقی بلازویش و حامدم نیوکاسل حامدم دیدین خیلی موقعیت خوبیه رفت و جواد نکونام جلو اسلوواکی بازی کرد، ما اون بازی 4-3 بردیم تو خود اسلوواکی، جمعه بود و ما جمعه بعدش با عربستان بازی داشتیم که دیگه بازی که دیگه حامدو نذاشت، دو سه هفته حامدو نذاشت تا عراق، تا بازی عراق که دوباره حامدو گذاشت و 2-1 هم اگه اشتباه نکنم بردیم یا 1-0 تو تهران. ما هفته اول با عربستان بازی کردیم، رفتیم بانکوک با تایلند، هفته دوم دو شهریور اولی بود، مثلا 6 شهریور 7 شهریور رفته بودیم بازی داشتیم، مرداد میناوند خدا بیامرز شب بازی بعد شام رفت با آقای بلازویچ یا برانکو گفتش که آقا تولد پژمان جمشیدی ها، بیا خوشحالش کنیم. بلازویچ نگاش کرد 20 تا پوشه کرواتو تو یک صدام سه، یعنی امینم انقدر فوش پشت سر هم نمیتونست بده. مرداد برازویش دنبال مرداد، مرداد لای میزا در میرفت که من غلط کردم، گفت پژمان جمشیدی فلان پژمان جمشیدی و تو با هم قبلش بسید واسه علی کریمی گرفت بعدش، آه بعدش بود بعدش یه بازی داشتیم کجا تو عراق کجا، یکی رفت گفت تولد کریمیه، گفت کریمی سرم چرا الان به من میگید، چرا من نباید از 10 روز قبل بدونم تولد علیه، کیک بیارید ساز و آواز. خلاصه تولد برای علی گرفت، عاشق علی بود، خیلی دوستش داشت. آب اندونم دوست داری نه؟ نه به خدا، بیکاری از تو پاشدم چی بهم ندادی، نمیجوری شد خونه خودم من پسته هامم که همه رو گردو هم یادم گردو هم خورده نه دیگه، اولین گردو تو مطمئنم امسال اولین گردو تو اینجا خورد، هر شب اتفاقا رد میشم هیچ وقت بود، تو خرج کنی پول بری گردو بخری. ببین تو گوشی میبرم بیارم، یه نفر دارم به اسم گردو سیف کردم، شاید ایکلش گردو زدی. تو زمان دات کام دیگه تیم ملی دعوت نشدی؟ نقشی داشت؟ نه دیگه نقشی داشت به نظرم بیتر، چرا آقا چون خواب کار تو داشته؟ نمیدونم، من هیچ وقت نفهمیدم اینو، من خیلی وقتا میگم، یعنی حالا من هنوزم واقعا نمیدونم، ولی اصلا به طور مثال که یک جوونی یه اشتباهی هم کرده خودش هم نمیدونه، حالا اشتباه کرده بودی بابا؟ اصلا خبر ندادم، اصلا یادم نیست چی بوده، اصلا من میگم یه اشتباهی کرده، اصلا با یکی بد حرف زده، اصلا با یه دختری دیده شده در فلان که اون موقع خیلی مهم بود، حالا الان خدا رو 100,000 مرتبه شد، یه کاری کرده، اصلا واقعا چطوری میشه با سرنوشت یک آدمی به خاطر یک اشتباه این شکلی، اونم آدمی که من الان خودم وقتی 46 ساله میفهمم ما چقدر کوچولو بودیم تو زمان 22 3 سالگی و فکر میکردیم جوونیم، واقعا بچه هستی آدم 21-2 ساله، و الانم که اینا رو دارم میگم اصلا نمیدونم، و شاید من لحاظ کیفی یا فنی من خوب نبودم دعوتم نمیکردم، ولی دیگه هیچ وقت وقتی آقای دادکان رئیس فدراسیون شد من دعوت به تیم ملی نشدم. رفتی استیلازین و نمیدونم آیا قبول داری که از تصمیمات اشتباهت بود که به خاطر آقای پروین رفتیم؟ آره
آقای دنیزلی مربی پاس بودن، منم سال اولی بود که رفتم پاس. پاس هم تیم خوبی بود آخه. خیلی خوب بود. یکی شاید بهترین تیمی که من در طول زمان باشگاه بازی معروف تو اکباتان تو ورشکو بود فکر کنم که هیچ ما جلو بودیم و بازی 3-3 شد. آره خیلی بود. با العین. العین بود آره. ما تو اومدیم دور رختکن همش به فکر این بودیم که رفتیم نیمه نهایی و خیال راحت. و اون مثلا ما اگه اون بازی رو می‌بردیم من از سربازی معاف می‌شدم و دوباره می‌تونستم برگردم پرسپولیس. چون اون موقع وقتی مدال می‌آوردی تو آسیا. تو اون مقطع شاید انتخاب هیجان انگیزی بود چون خیلی بازیکن‌های بزرگی اومدن قرارداد بستن و ما می‌خواستیم یه کار بزرگ بکنیم. فکر می‌کردیم که می‌خوایم یه کار بزرگ بکنیم. ولی خب اتفاقی نیفتاد. به نظرم ریشه‌اش خیلی تو خاک نبود که موندگار بشه. من 35 سالگی، 34 سالگی یه پیشنهادی از اندونزی برام اومد که خیلی داستان بامزه‌ای داره. من رفتم اونجا و الان خاطرم نیست از چه طریقی رفتم، ولی اونجا مدیر برنامه‌ای که کارامو انجام داد یه آقای کامرونی بود، یه مرد کامرونیه. توپولو چه خیانم نمیره صبونه یه جوری برنج و گوشت می‌خورد، من نهار نمیتونم اونجوری بخورم. ساعت 6 و نیم 7 صبح. اصلا مثل که غذاشون یه غذای متفاوت با صبونه‌های دیگه است. پسر مهربون و باحالی و منو برد و من تو جاکارتا بودم و گفت چند تا تیم میری تست میدی و اینا. بعد یه تیم هم یه شهر دیگه بود، اون یه تیم یه شهر دیگه رو رفتیم بین من و یه ژاپنیه. یه کدوممونو میخواستن، ژاپنی هم الان یادم نیست اسمشو، قبلا مسکه تیم ملی ژاپن بازی میکرد، همه همسنای منم بود، شاید حتی یه سال منم بزرگتر. اینا هافک وسط میخواستن، این به من گفت تو بگو من هافک وسطم. و خب طبیعتا ژاپنی هم من بهتر بازی میکرد چون هافک وسط بود، اصلا سیستمش این بود. و ما برگشتیم دوباره جاکارتا، گفتش که اون تیم مهمه اصلیه که تو رو میخواد و فلان و اینا رو بعد از اون میریم تمرینش، بازی دوستانه دارم. آقا من رفتم و یه جایی حاضر شدیم و سوار اتوبوس این تیمه شدیم که بریم استادیوم. یه جوری خیابونای اطراف استادیوم قفل بود برای بازی اینا که من فکر کنم این بازی رسمیه، اینا دارن به من دروغ میگن، میخوان من بازی کنم تو عمل انجام شده قرار بگیرن. مگه میشه یه بازی دوستانه تمام خیابونای شهر جاکارتا بسته باشه؟ بوخ پرچم. من گفتم حتما تیم حریف حداقل تیم خوبیه. رفتیم میدونم 7 تا 8 تا به تیم زدن، منم بازی 2 تا پنالتی براشون گرفتم. خوب بازی کردم، واقعا خوب بازی کردم، با اینکه نیمه دومم رفتم تو زمین. دوباره برگشتم، این اومد دنبال من فرودگاه، منو آورد برد یه هتلی 20 دقیقه تا جاکارتا راه بود، یه هتل آپارتمان بود. منو گذاشت اون هتل و بغلم کرد و گفت پس من شب میام دنبالت که بریم شام بخوریم، فردا صبح هم میریم قرارداد میبندیم و اینا. گفتم باش. همین که این رفت من موبایلمو برداشتم زنگ زدم خونمون. بابام گفتش که هومن که رفته، مامک ازدواج کرده، تو هم میخوای بریم اون سر دنیا. بعد من اصلا انگار یک چیزی در من تموم شد. همونجا گفتم اصلا فوتبال واقعا چه ارزشی داره؟ من خونوادم رو ول کردم اومدم اینجا شوت بزنم به توپ، دیوانم مگه که چی بشه؟ 80 میلیون هم کلا گیرم میومد با رفیقایی که خودم سراغ دارم، مطمئنم همه رو عید بعد اونجا تو بالی خرج اینا میکردم. کلا شد. همونجا تصمیم گرفتم برگردم. حالا من رفته بودم مالزی سفر اون 3 روز با دوستم، چون نزدیک بود، دوستم از ایران اومد منم رفتم اونجا. وقتی داشتم می اومدم چون قرار بود برم صبحش قرارداد ببندم، به این گفتم آقا مثلا این دلارای منو ببر ایران، من که دارم میرم اونجا قرارداد دارم فردا دلار میگیرم. پولی که اون موقع که دارم باهات صحبت میکنم داشتم 275 دلار بود. پرواز ایر ایشیا هم، پرواز مالزی به جاکارتاش 160 دلار بود، 170 دلار بود. گفتم خب 275 دلار که دارم و چیزه، پامیش حالا یه ماشین میگیرم میرم فرودگاه، حالا چیکار باید بکنم؟ این لابیه الان لابی منه زنگ میزنه به این کامرونی میگه اول چمدونو میبرم میذارم، خیلی راحت سود زدم بودم چمدونو بردم میگوشم جده برگشتم. گفتم این چمدونو الان بردن شانسم بوده دیگه بچه. اومدم برگشتم و دستوجی بود یارو. اومدم تو اتاق گفتم 5 دقیقه دیگه میرم که یارو یادش بره. 5 دقیقه دیگه اومدم دویدم رفتم سر کوچه، یه تاکسی بالاخره گرفتم و گفتم فرودگاه. اومدم ایرپورت،
رفتم توی چیزو رفتم تو، حالا استرس دارم که یارو لابیه زنگ زده باشه الان به این چقدر زمان میبره بره اونجا این بهش بگه بیاد تا فرودگاه. اومدم رفتم توی چیز ارشیا، گفتم که یه بلیط مالزی میخوام، به رفیقم گفتم که آن به رفیقم هم نگفتم دارم میام، صبحش اومده بودم دیگه، گفتم بعد از اون میرم سورپرایزش میکنم، دلارام هم که دستش با هم برمیگردیم ایران. رفتم ارشیا خیلی خوشحال و اینا، گفتم که بلیط حالا چقدر برام مونده، 230 دلار 15 دلارش هم تو راه از دست داده بودم و چیزی خورده بودم اینا، 230 دلار داشتم. گفتم یه دونه بلیط مالزی میخوام، گفتش که 310 دلار. من پاهام شل شد، گفتم نو بیزینس اکونومی، گفت نو 310 دلار. گفتم چی شده شکست و بسته؟ به من گفت هالووینه، بلیط رو دو برابر کرده بودن شده بود 310 دلار، من 230 یعنی بعد دو برم کشم هتله. همونجا یه آقای زردپوست به من فهموند که آقا مالزی بلیطاش تکون نمیده، اینا به یه دلایلی بلیطاشون دو برابر میکنن، مالزی 220 دلار میتونی بلیط، یعنی تو حالت عادی 160 دلار ارشیا بود، مالزی 220 دلار بود، اون همون نگه داشته بود. انگار حرکت اسلو موشنه، من تو این فرودگاه میدویدم دنبال پرواز مالزی، رفتم رسیدم 220 دلار گذاشتم، یارو گفت بلیطه 220 دلار گرفتم، 10 دلار کلا ته جیبم بود، این 10 دلار هم نگرشم وقتی رسیدم مالزی از فرودگاه ماشین بگیرم برم. وقتی گیت رو رد کردم اونور پیجم میکردن، مستر پژمان جمشیدی مثل اومده بود که من دیگه اصلا پشت سرم رو نگاه نمیکردم، حتی برگشتم و برگشتم مالزی، از مالزی هم اومدم ایران که دیگه تصمیم گرفتم هیچ وقت فوتبال بازی نکنم. پس تماس با بابات؟ آره، اصلا یهو قلبم فرو ریخت، گفت درستم میگفت، واقعا ارزشی نداشت که من میخوام یک سال لازم مال و لازم واسه کریر تو هم خیلی جالب نبود، کرم کشی بود فقط، میدونی به نوعی که آدم وقتی میخواد تموم بشه مثل یه مرگی میمونه که دیدی میگن این توبه میکنن طرفو، فقط نگرش میدارن که ببینن چه اتفاقی میفته، میخواستم فقط این ضربان این نبضه بزنه که بگم من هنوز دارم فوتبال بازی میکنم، در اصل که غلط بود، تصمیم غلطی بود. پس فوتبال برای تو اون موقع تموم شد دیگه، اون موقع دیگه تصمیم گرفت بعد تو ایران دیگه تلاشی نکردی جایی؟ پیشنهاد خوبی نداشتم واقعا، نه هیچ وقت تلاشی نکردم من اینکه تیمی بازی کنم، پیشنهاد خوبی هم نداشتم راستش. پژمان دنبال میکنی فوتبال اروپا و فوتبال خیلی زیاد داره، حالا موقعی که روزکارم که اصلا من الان داشتم به بچه‌ها میگفتم روی این مبل میشینم و تقریبا از ساعت مثلا 5-6 بعد از ظهر میام رو همین مبله افتادم تا 2 صبح که بازی تمام میشه، تقریبا پشت هم میبینم آره بازی ها رو، اصلا سرگرمی و تقریبا میتونم بگم دلخوشیم دیدن فوتباله، خیلی خیلی زیاد پیگیری میکنم. 400 تا بازی باشگاهی داری، 1000 تا بازی نه ملی، حالا به قول خود 30 تا بازی ملی داری. خب 621 گل تلا گلت تو 433 رفته؟ اون چه جوری فرستادی؟ باب خدا التماس آقای 433، آقای 433 خیلی خوشگله، کسی که گل خورد، کسی که گل خورد الان پشت اون دوربین هست. خب چی بود دست دراز میگنی میگرفتی برای اینکه مثلا تو بزنی گل رو، همه همکاری کرده بودن دیگه. به هر حال من فکر میکنم با توجه به اتفاقاتی که تو زندگیت رقم خورد و مسیری که طی کردی، چون قبلا همش میگفتی من دوست دارم مربیگری کنم، من بعید میدونم که بری به اون سمت، یعنی سرنوشت تو رفته به یه سمت دیگه. بله، احساس می‌کنم بله، بله. با این سرعتی که سرنوشت شما عوض میشه اصلا نمیدونم واقعا دو سال دیگه چه اتفاقی برام میفته، ولی اینجوری هم نیستم که حالا بخوام تا آخر عمر بازیگری رو ادامه بدم، نمیدونم و تصمیمی براش ندارم، ولی حس میکنم خیلی خستم از لحاظ ذهنی و جسمی و یکم کم دارم به خودم میرسم، کم به چیزهای مهمتر تو زندگیم فکر میکنم، بازم نه سینما اینقدر مهمه نه فوتبال اینقدر مهمه. یه زمان میگفتن که مثلا تقدس فلان چیز، تقدس آزادی، تقدس، به نظر من اصلا اینا خیلی کلمات قلمبه سلمبه یه برای این دو عرصه، خود به این نظر شخصی من، خیلی چیزا دارم که هنوز بهش نرسیدم و بهش فکر نکردم و زمان براش نذاشتم و خیلی صادقانه بخوام بگم اولیش خانواده، یعنی من همیشه آرزوی داشتن یه بچه داشتم، هیچ وقت فرصت فکر کردن بهش هم نداشتم، من خیلی بچه دوست دارم، یا مثلا چه میدونم
سفرهایی که دوست دارم. من هنوز ایران رو 90% جاهاشو ندیدم و این خیلی خیلی به نظرم چیز بدیه. میخوام یه زمانی هم برای این چیزا بذارم که یه کم هم به نظر میرسه در راستای این که بچه هم خیلی دوست داره اینا یه اتفاق بیچاره کردم خودم خودت گفتی یه نه حالا خودت دنبالش کرده دو تا چیز خیلی دوست داری، یکی تعداد بازی ملی می، یکی اینکه بین سرنوشت ازدواج و این دو تا رو هر وقت بریدمش دیگه ول نمیکنه. نه این دومیشو نه دومیشو تا حالا ازت نپرسیده بودم، ولی من احساس میکنم یه تغییراتی در زندگی داره رقم میخوره. بالاخره من الان 46 سالمه و بعد یه تصمیمی برای همین الان هم خیلی دیر شده به نظرم. گرفتی الان دیگه؟ چی؟ گرفتی دیگه الان بچه؟ نه تصمیم رو آره تصمیم رو گرفتم و به نظرم اگر بخوام در هر صورت حداقل یه حظی از داشتن فرزند ببرم دیگه خیلی میگم الان هم دیر شده و دیگه خیلی دیرتر میشه. پسنده کنیم به همینجا. بله آقا 360 هستی دنبال میکنی؟ من فقط اون خبرهایی که میزنین مهارای برتر هفته و اینا یه سفر اونا رو میبینم. آره همین این هم رفتیم مگه چیز دیگه هم با علی دایی مصاحبه؟ نه اونا رو که خیلی دوست اصلا مصاحبه با آقای دایی که من عاشقشم درجه یک بود، واقعا دوست داشتنی بود. یعنی چه انتخاب درستی بود برای اولین برنامه، خیلی کیف کردم. خب همه انتخابم درست الان تو رو مثلا انتخاب کردیم واو چی هست. نه اون برای برنامه اول آقای دایی واقعا دوست داشتنی اسطوره، خیلی من دوستش دارم و اون برنامه که اصلا عالی بود. کوریایی که برام میخوندین اون پینگ پونگ بعدش که باخت بهش فشار اومد این 3 سال لفته فقط پینگ پونگ. تو پست زیادی بازی کردی، اول که فوروارد بودی بعد اومدی دفاع راست. به بیشتر دوران بازیگری تو فکر می‌کنم دفاع چپ و راست بود. دفاع راست دفاع راست زیادی هم ما داشتیم که دفاع راست کلاسیک جواد زرین چهر مهدوی کیان کلاف وینگ و دفاع بود. بازیکن ایرانی مورد علاقه تون پست دفاع راست؟ دفاع راست تخصصی که بخوام بهت بگم که هم تو دفاع خوب باشه هم تو حمله، آقای زرینچه بی‌نظیر بودن. من اوج آقای زرینچه رو یادمه، یعنی راست ترسناک استقلال زوج آقای نامجو مطلق و جواد زرینچه رو یادمه. تو فعلیا هم آخه الان هم دفاع راست نداریم به نوعی، یعنی مثلا نمیتونی بگی که دفاع راست الان دفاع راست پرسپولیس مثلا کیه؟ دانیال اسماعیلی فر مثلا دوست دارم فوتبالشو، زمانی که سپاهان بود حتی بیشتر. آقای محرمی اوایل که اومده بود پرسپولیس، صادق محرمی، خیلی منو یاد فوتبال خودم مینداخت، شبیه من بازی می‌کنم. حالا حتما ایشون هم من بهتره ولی خیلی شبیه من بازی می‌کنه. راست همیشه دریبل می‌زد، خیلی به قول ما فوتبالی یا چرک بازی میکنه و اینها. هر کدوم یه اوجی داره. وریا زمان اوجش خیلی خوب بود، اوایل آقای کیروش. رامین تو زمان جام جهانی خیلی خوب بود، آقای رضاییان. نمیدونم الان بخوام بگم مثلا خسرو ایدری خیلی خوب بوده ولی خسرو تو کار دفاعی ضعیف‌تر بود. ولی واقعا بخوام یه دفاع راست کلاسیک نام ببرم، آقای زرینچه. یادم موقع کعبی رو خیلی قبول نداشتم، موقع همش او چین کعبی همش حسودی میکرد. حتما دیگه اون میرفت جام جهانی من نمیرفتم، حسودی میکرد. جدی حسودی میکرد بازیکن مگه تو اون سطح تو میشه قبول نداشته باشی؟ کعبی بسیار بازیکن سرعتی و دونده و اینها، ولی حتما حسودی میکردم. آره بهترین یازدهای فوتبال ایران که باشون خیلی سخته که دیدیشون خیلی سخته. از گلر شروع کن بیا جلو. خب من بازی آقای اجازی یادم نیست، تو تصویر بازی ایران و هلند و اینا رو دیدم، یه توپ هم میگیره دقیقه 90 اون بازی بی نظیر. ولی زمانی که خودم فوتبال دیدم آقای عابدزاده بی رقیب دفاع وسط اواخر آقای پنجالی و من یادم هست. الان که کنارش تو بازی پیشکسوت و گاهی بازی میکنم واقعا متعجب میشم از این همه خوبی، ولی خیلی سخته بخوام انتخاب کنم. اصلا شدنی نیست. تو دفاع مثلا شما میخوای خاکپور رو انتخاب نکنی، نادر محمدخانی انتخاب نکنی، یحیی بوده، سهراب بختیاری‌زاده بوده، رضا حسن‌زاده بوده، مهدی فنونی‌زاده بوده. اصلا من کیو میتونم 4 تا از 2 تا اینا انتخاب کنم؟ فوروارد سخت‌تره. مثلا من همیشه میگفتم خداداد آقای دایی تا ابد زوج خط حمله ما منتخب. الان طارمی رو کجا بذارم؟ میدونی خیلی سخته واقعا. نامجو مطلق رو بذارم یا علی کریمی رو بذارم، محرمی رو بذارم یا چه میدونم جواد منافی رو بذارم یا شاهرودی رو بذارم وسط، که اصلا خیلی کار
کریم باقری شاید حتما تو وسط بذارم، ولی چند سه تا بازیکن بگو که حتما میذاریشون. کریم باقری، عابدزاده، دایی، این سه تا. آقای دایی فوتبالیست تکنیکی نبوده هیچ وقت، مورد پسند تماشاچی نبوده، ولی کارهای عجیب و غریب، مثلا گلی که به کویت زد هیچ کس نمیتونه بزنه، نمیگم در ایران، در جهان شاید هیچ کس اون گل رو نتونه بزنه، ولی باهوشترین و سخت‌ترین فوتبالیستی که جلوش بازی کردم خدا داده عزیزی، هیچ وقت من تو 90 دقیقه‌ای که بازی کردم جلو آقای عزیزی نتونستم پیش بینیش کنم چیکار می‌خواد بکنه. کی کنارش بازی می‌کردی که بهت میچسبید، حال می‌کردی باهاش کنارش بازی می‌کردی؟ حامد، خیلی دوست داشتم فوتبالش. حامد کاویاپور واقعا به حق خودش نرسید تو فوتبال، عجیب غریب جذاب فوتبال بازی می‌کرد، یعنی خوش استایل ترین فوتبالیست که من باهاش بازی کردم حامد کاویاپور. علی کریمی خیالت راحت بود، هر جوری شده بود توپو از یه جایی در می آورد بالاخره. ما نسل خوبی بازی کردیم. رضا جباری تو پرسپولیس شگفت زدم میکرد، یعنی اصلا یه کارایی میکرد که من میگفتم مگه میشه انقدر خوب بازی کرد. برای همین خیلی بازیکن خوب من کنارشون بازی کردم. رضا جباری خیلی خوب، فقط نمیدوید دیگه، یعنی اشکالش بود. آره بازیکن یکم رضا تنبل بود، ولی وقتی صاحب توپ بود. علی پروین چی میگفتم؟ کاش میشه. حالا پژمان جمشیدی و همه تو این چند سال به عنوان یه ستاره سینما، ستاره بامزه سینما دیدن. مرسی. و فوتبالت هم دیدن. ما بچه‌ها نشستم و کل حرکات واقعا فوتبالیست تکنیکی بود، یعنی من خودم دوباره یه بار دیگه دیدم، یادم بود دیدم چه عجب. این که تو داری اینو اعتراف می‌کنی از تیم اپیرن تیم ملی الان با ارزش داشت. نه حالا واقعا الان تصاویر با هم ببینیم، خیلی تکنیکی، خیلی فوق‌العاده. بریم ببینیم یکم تصویر با هم ببینیم، با هم اونجا گپ بزنیم. کیف می‌کنم چون خیلی وقت ندیدم خودم. خب پژمان ازت یه سوال پرسیدم که خودت فوتبالیست میدونی یا بازیگر. حالا الان من میخوام برای اون نسل جوونی که تو رو به عنوان یه ستاره سینما میشناسن، نه به عنوان یه فوتبالیست، فوتبال خودت رو براشون تعریف کنی، بگی شبیه کی بودی، چی جوری بودی، چه جور بازیکنی بودی. من خیلی سخت دریبل میخوردم، خیلی سخت دریبل میخوردم. روزی که خودم هم سر حال نبودم نمیذاشتم حریفم هم خوب بازی کنه. اون موقع خب خیلی بار تهاجمی داشت بازیم، ولی بعد که اومدم پرسپولیس به خواسته آقای پروین اومدم دفاع. و هیچ وقت یادم نمیره من وقتی کارگران بودم، دوستانم که میومدن سر تمرین پرسپولیس میگفتن علی پروین با دوستاش، حالا شرط بندی که نمیشه گفت، پیشبینی دریبل نخوردن منو میکرده. تو اون میگفته الان مثلا تو این بازی تمرین که گوشیم اگه کسی پژمانو دریپ کرد هرچی خواستین من یه با من دریپت کردم یادته؟ بس اصلا این قصه ای که گفتم دروغ بود کامل، چون اگه از عادل دریپ کردم یعنی تقریبا از همه ایران میتونم دریپ کنم. آره چرک بازی میکردم، خیلی علاوز فیزیکی آماده بودم. سبک بازیت شبیه کدوم بازیکن فعلی ایران بود؟ گفتم من آقای محرمی رو که اون اوائل دیدم، هیچ وقت هم ایشونو ندیدم از نزدیک باهاشون اصلا گپ بزنم، ولی خیلی جالبه که هومن هم به من زنگ زد گفت این پسره رو دیدی جدیدن اومده پرسپولیس دفاع راست بازی میکنه، خیلی منو یاد تو میده. حمید علی اسکر هم اون موقعی که راست بازی میکرد یه ذره شبیه بود. خارجی چی؟ نداری اصلا، مثل تو اصلا نداری واسه همچین بازی کنی. نه میخواستم اتفاقا در برعکس شما میگم، اونجا که اصلا شبیه من منظور همین بود. نه من منظور عکس شماست، یعنی اونها اینقدر خوبن که کسی من منظور همین بود. الکی از امکان نداره، به خدا پشتمون موت بود اون موقع. آره خیلی قشنگ این بازی استقلال ها. زمین رو ببین کجا بازی میکردیم. این راجبی سر توپه چیزی بگم، من تو زمانی که پاس بودم انقدر سر توپ میزدم که یه بار آقای دنیزدی بین نیمه گفت یک دونه سر توپ دیگه تا آخر فصل بزنی اخراجت میکنم. تا آخر فصل. چرا؟ خیلی سر توپ میزدم و کیف میکردم.
از اینکه سر بعضیشم میگرفت اکثرا میگرفت. حتی یه بار با جواد نکونام بحثم شد تو زمین، هی می اومد عقب آماده میشد برای زدم، من میزم زد دوباره یه کامبک میکرد دوباره بره بس با هم جر و بس کردیم که تو قبل از هم حق داشت. چقدر بازی تو من گزارش کردم؟ آره خب پرسپولیس بوده دیگه، اکثر بازی مهم رو شما گزارش میکرد. زمین ها عجیب نبوده، زمین ها اینجوری اینقدر تکنیک خدایش خوب بوده، الان بود خدای همه رو دیری میکرد. این رو بگو تو رو. آره خدا خوب بودی بابا جان، این تصویر خدایش این هم یه دقیقه. ولی زمینا عجیبه. گلات اینا رو نذاشیم. گل کاتو کم زدی ولی کلا بابا سایپا من اینا همه گل زدم. نگو اینو. نیست تصویر آقا آرشیو اون موقع. آره دیگه اونا با لیگ آزادگان. آره آزادگان اینا نیست دیگه. نه ولی خدایش تو این زمینا این تکنیک اینا همه الان دیدن که بابا چه بازیکنی بوده این پژوهش. قربونت برم مرسی نه بابا خدایش اومد اینقدر تعریف کرده بود. نه خدا هیچ کس از اون تو فوتبال واقعا اینقدر تعریف تو همین دیگه. ولی یادش بخیر الان زبونم بند. خودت الان کیف کردی ها، یعنی مثلا این آره هم کیف میکنم هم حسرت میکنم. آره اینکه اصلا چقدر زود کی بود دیر دو طرف خورد؟ هادی عقیلی بود تقریبا همه خوردم دیگه چیزی که من دیدم. آره یه دیری بود دو طرف دیگه جبگی دو طرف رو میگه. آره دو طرف موقع این دو طرف رو انقدر مسخره هم کردن، گفتن آخریش آقای پروین جام جهانی 78 زده بود بعد تو زد. هیچ کی دیگه دیری دو طرفه اصلا دفاع حق داشت دیری دو طرفه بخوره، چون اصلا فکر نمیکرد کی دیگه دیری دو طرفه میزنه. بعد تو به هر بازیکن تکنیکی بودین، پایین تکنیکی بودن باعث شد خیلی خطا بگیری، خیلی چند تا پنالتی گرفتی؟ خیلی پنالتی زیاد گرفتم. پنالتی زیاد میگرفتی؟ آره. آره این یه پنالتیش بود با صنعت نفت. آره آره اینو نگرفت. اینو پنالتی وای باورم نمیشه. وای وای به هم کارت هم داد قیافه رو. اینو تمارز گرفت پنالتی که نبود. اصلا من پنالتی نمیخواستم. شکم خود مردم دیدن اشتباه 100%. اصلا بدون شکم بازیکن من رو تک کرد، منم رو تک دایوینگ زدم که نه رو پاش برم. اصلا به نظر من خنده داد. این خطرش تا کجا بود؟ تا اینجا بود. فری زیر خاکیه بیشتر تا بزرگ با جمعونیه. ولی واقعا چقدر ارزش میکنم اصلا صورت هم بود. اینو پنالتی گرفت. این سوچی بود. یه روز رفتن دیدن یخچال اینا رو برداشته رفته. هیچ کی تو خونه نبود به خدا. این بازیکن خارجی بود رفتن گفتن آقا فردا بازی داریم بیا میخوام بریم هتل. دیده هیچ کی نیست. سوچی سوچی دیده بودن یخچال هم برده هیچ کی نبود. زمان فکر کنم سوبل بود. یه گل هم زد برامون. خیلی هم بچه بامزه باحالی بود. ولی رفته بود خوش تو خوش بود تو یخچال با یخچال برده. این صحنه آشهدان این سمای خودسبی هم آدم قابل احترامی هم داور خوبه. اکستریم کلوزآپی ازت گرفت. مخصوصاً گرفت. حالا خیلی جالبه توی مصاحبه دکتر پرسپولیس هم قول میدن میگن برو همونجا چیزش کن معالجش کن. حالا بری جلو معلوم میشه. یه دقیقه نگاه. چرا بعد الان میاد منو. ولی این بازی یه دقیقه نگرش دار. این بازی پرسپولیس و پاس بود. خیلی بازی قشنگی بود. خیلی بازی خوشگلی بود. بعد امامی فرد دفاع وایستاده بود. خیلی تیم دست پاشکسته‌ای داشتیم، نبودن بازیکنامون و اینا. امامی فرد یه بازیکنمونم مصدوم شد رفت بیرون. من این بازی دفاع آخر بازی کردم برای چیز برای پرسپولیس. بعد عقب بودیم و بعد بازی 3-3 مساوی شد. اون بازی که گفتن آقای دایی با دست گل زده، همون موقع که دفاع آخر بودم یه توپ بلند فرستادم برای آقای عزیزی که میگم غیر قابل پیش بینی بود. هر کسی بود این توپو استوب میکرد. من گفتم اجازه بدم استوب کنه بعد برم رو پاش. این یه کار دیگه کرد که من پیش بینی نکردم. این یه ضرب زد و تا من بخوام برسم به من بعد خودم پرت میکردم رو توپه. زد و 4-3 شد و اینی که میبینید و من از دفاع آخر توپ ول کردم رفتم پنالتی گرفتم. خود آقای خسروی میگه که شک نداشتم که پنالتی نیست تا وقتی که بلند شدی اومدی پیشم دیدم اینجا داره خون میاد. میگم اصلا فکر نمیکردم پاش به صورتت خورده باشه. یا همه بازی تو من گزارش کردم. آره با این بازی با چیزه پاس که آرش اول علی انصاریان اخراج کرد بعد بده کارت زرد دوم و اخراج
آرش برهانی. کرمونیا کلاً تکنیکی و الان برعکس فهمیدیم اون منو زد. تکنیکی کرجیه بود، کرمونی قطار کرد. یه بار دیگه ببین. نه کلاً میگم بابا کلاً دارم آرش رو میگم. آرش واقعاً فوتبالیست ترسناک و زرنگی بود. جمشیدیان. یعنی به نظر اخراج صحیح نبود. نه به خدا. یه ذره مظلوم نما هستید ها. نه کن. آخه پاس هم خاطرات خوبی داره. اخ 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 اخ. دردت گرفت آقا اصلا چه جوری که من سرمو برید؟ این آقای آره بعدا ما هم تو ابو مسلم چیز شدیم، ولی این واقعا زندان داشت اصلا. تو تک پرسپولیس بخاطر سربازیت بود دیگه؟ یعنی سربازی. بله من سال پنجم یا ششمی بود که می‌خواستم قرارداد ببندم، رفتم آقای آلبرت تو فدراسیون فوتبال بود، دیگه بهم گفت نمیتونی پژمون قرارداد ببندی چون دیگه سنواتت پر شده. از تیم ملی جوانان من 74 وارد دانشگاه شدم، از تیم ملی جوانان هم دقیقاً همون موقع بودم. بهم گفتن آقا برو خیال راحت بشه، تیم ملیه ما پشت تیم. همه همینجوری یکی یکی رفتن و دیگه هیچکی پشتم نبود، برگشتم دیدم هیچکی نیست. اولین باری که در برابر پرسپولیس قرار گرفتی با پیرانه تیم پاس بود دیگه، بعد از رفتن از پرسپولیس. بعد از رفتن دیگه. بله. یه بازی عجیبه رو بزن ببینیش. یه گل داشت که گل برره‌ای گفتن که همه ریختن رو هم. اون بازیه بود. آره کامرانیفر ها اونجا کمک. خیلی غم انگیز بود این روز اولین بازی جلو پرسپولیس. دنیزی یکی از عزیزترین مربی های زندگی من بود، خیلی دوستش داشتم. خیلی من خیلی دوستش داشتم. اونم هم خیلی من دوست داشتم. چرا؟ خیلی آدم درستی بود. آخه ما گفتیم که ما اگر 8 تا بازی در تهران داریم 5 تا 6 تاشو ببریم احتمال قهرمان شدن داریم. من فکر میکنم بچه های پرسپولیس واقعا امرو نشون دادن که پرسپولیس دهه 60 هم جلوتره. دروازه‌بان رو کشتن. چیکار باید میکنم؟ آقای رودباریانه. خیلی آره تو بودی اونجا دیگه. آره الان رو تو خطا شد به نظر من. اصلا مگه میشه خطا؟ آخه اصلا هم رو من هم رو آقای رودباریان. یعنی چه عزیز و دوست داشتنی بود علی انصاری. اصلا مگه میشه؟ واقعا باور کردنی نیست. ولی یه چیزی الان داشتم فکر میکردم بهت میگم که من خیلی کارهایی که در زندگی باید میکردم نکردم. الان بچه‌هایی که فوتبال بازی میکنن، حالا مهرداد یه نسل از ما جلوتر بود، یعنی زودتر به موفقیت رسیده بود، ولی من با علی و حامد و نیکبخت و نکونام و اینا، ما همه بیشتر از اینکه خانواده‌هامون رو ببینیم همدیگر رو میدیدیم تو همه اردوهای ملی رده‌های پایه. من باور کن به یقین میگم هنوز باور نمیکنم، یعنی اصلا باور کردنی نیست برام که فکر کنم مهرداد مینوبر نیست. یعنی احساس میکنم هر وقت بخوام تلفن رو برمیدارم زنگ میزنم با حرف میزنم، خیلی جاشون خالیه. خیلی الان مثلا علی انصاریان رو آنم میبینه چقدر همه چی بیارزشه. واقعا اینجا الان علی انصاریان بوده، بازی میکرده، رو اوج بوده، الان ما داریم میگیم مرحوم علی انصاریان. آره. یعنی اصلا از جایی که تو دیگه عزیز از دست میدی، پدر مادر از دست میدی، بعد میفتی دیگه واقعا توی پروسه‌ای که تهش هی نزدیک میشی نزدیک میشی، بعد میگی من این همه سال تلاش کردم برای چی؟ یعنی میگم آدم باید تلاش بکنه، موفقیت خیلی هم شیرینه، پولدار شدن خیلی هم جذابه، ولی ارزش از دست دادن خیلی چیزا رو نداره. منظورم اینه. حالا درباره درگذشتگان که صحبت کردیم، فکر کنم مادر تو هم خیلی نقش داشت. بله. توی پرورش تو، تو اینکه به هر حال تو آدمی بودی که همیشه به خانوادت خیلی وابسته بود. حالا گفتی تو اون بخش که مثلا پدرت با تماس تلفنی تو رو از اندونزی کشون اینجا، و فکر کنم مادرت هم که خدا رحمتش کنه خیلی. ببین من بعد از انقلاب پدرم رئیس هیئت کوهنوردی کرج بود، حالا علاوه من که دبیر خیلی مشهوری در کرج بود، بعد رئیس هیئت کوهنوردی کرج رو 15 سال یکی از بهترین کوهنوردهای تاریخ ایران بدون تردید. و مثلا من میدونم که پدرم یه بار تنهایی دماوند رو فتح کرده، رفتن تنهایی، میره با دوستاش قرار میذاره، دوستاش هر کدوم یه مشکلی براشون پیش میاد، این لج میکنه میگه حالا که نمیای من خودم میرم و میره. حالا نمیدونم کدوم جبهه رفته بود. منظور عرضم اینه که خیلی وقتا نبود پدر من و ما سه تا بچه
پیش مادرم بودیم و یه زنی که کار میکنه صبحای زود میرفت مدرسه، اوایل معلم اول دبستان بود بعد از مریضی که یه سرطانی داشت که البته خوب شد 30 خورده سال بعد از اون سرطان زندگی کرد. بعد از اون دیگه کارهای دفتری انجام میداد، صبحا میرفت مدرسه و میومد و هیچ وقت من یادم نمیاد ما غذایی نداشته باشیم، یه روز مثلا نهار نداشته باشیم، شام نداشته باشیم، حتی شده حاضری، حتی شده سوسیس کالباس. و خیلی برای ما زحمت کشید، یعنی همه راجع به مادرشون میگن که مادر ما فرشته بود و اینا، ولی من به قول خودت به ضرس قاطع میگم که فقط بال نداشت، یعنی مطمئنم که خیلی زمینی نبود، به خصوص تقریبا ما بچه هاشه. خدا رحمتشون کنه، خدا رفتارشون رو هم بیامرز. امیر موسی میگفت او سوار شد، حالا تصاویر ناگه این آیا بازیکن سمت چپ این حاجی زاده روی پژمان جمشیدی سوار شده که ضربه سر بزنه؟ من خطا نمیبینم اینو. ای وای و گل چقدر هماهنگ شده بود همه چی. اینجا یکی از قضاوت‌های خوب داور بوده که به این راحتی ببینید اون آقای پژمان جمشیدی در اون وسط قرار میگیره، بعد شمشیر هم میکشه حق دارم برای شمشیر و خوشبختانه در حاجی زاده میتونه دستش رو بذاره روی دوش نه نمیتونه دستش گذاشته بلند شده دیگه نه نمیتونه ولی خطا سایپاه این همین گل سایپاه به استقلال تعویض عجیب و غریب سعید رجبی رفت لب خط آقای مجیدی اگر اشتباه نکنم آقای مجیدی گل زد فرهاد مجیدی زد آقای مجیدی گل زدن یکیش افتادیم عقب حمید علیوسی تعویض رو نگه داشت منو صدا کرد که اصلا این که من قراره بازی نکنم عجیب بود چون من جوان اولشون بودم معمولا همیشه یا فیکس بودم یا دیگه حتما تعویض اول دوم بودم و تعویض رو عوض کردم من رفتم و میگم من هنوز امیر آقاجانی به نیمکت نرسیده بود که تعویض شده بود من این گل رو زدم خیلی سریع بود 7 ثانیه شاید فکر میکنم 7 ثانیه 8 ثانیه طول کشید تا من گل رو زدم این گل ما اردوی تیم ملی با من و داوود فنایی هم اتاق بودیم شب بازی ما هتل کوثر بودیم در سمت هفته تیر و طالقانی بچه های پرسپولیس حالا اتونه هتل بهتر بودن دیگه اینها بعد شب تلفن من زنگ خورد داوود فنه بود یه صدای ریز جیغی هم داشت داوود از اون وقت داد میزد میگفت فردا علم میکنیمتون بهم ترسیدین فلان اینا من نمیدونم چه حالی با اینکه ما خیلی با هم شوخی داشتیم اون لحظه چه حال عرفانی به من دست داد که گفتم هر چی شما بگید آقای فنه هر چی قسمت باشه شب بخیر خط کردم این اولین صحنه رویارویی من و داوود فنایی تا آخر بازی دیگه منو نگاه نمی‌کرد و ریاکشن خود داوود رو ببینید اینجا فقط با چش خیلی خوب زدی اینا آره این خیلی شانسی و خوب بود نه شانسی هم نه خوب بود آره داوودم البته خیلی روزای خوشی ما با هم داشتیم خیلی دروازه‌بان خوش تیپ و درجه یکی بود اینم گل به گرجستانه همون تنها گل ملی آره این تنها گل ملی خیلی هم زود زدم دقیقه 3-4 بازی زدم این گلت از گل علی دایی بیشتر معروف شد دیده شد سر سریال پژمان صد خورده گل و تو اون سریال خوب بجف که خانواده گرجی به خاطر این گل همه‌شون از بین رفته بودن آره این بامزه بود آره این گل باعث شد که من برم جام ملت‌های آسیای لبنان 2000 واسه از چیز جلال طالبی هم باید خاطره زیاد داشته باشه آقای طالبی خیلی آدم بانمکی ببین مثلا تو تمرینات تو لبنان حتما هم من ناراحت نمیشه ولی یه لفظ اینجوری داشتم بعد خیلی اشتباه زیاد میگفتم بعد به من یه جا گفتش که پژمان جان بده میناونتر میخواست بگه بده لبه خطر میگفت بده میناونتر یا مثلا به پرویز برومند میگفت بیا بیرون بابا نترس کجا دیدی گل فوله رو بگیرم میخواست بگه فوله گل خیلی اشتباهی بامزه‌ای میکرد خیلی زیاده من اگه بخوام تعریف کنم بازیکن ها اشتباه میگفته اسمشون برای مثلا لب خط تو قطر هی گفت داریوش 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 یزدانی آفک چپ بود نمیشنید من آفک راست بودم لب خط بودم گفت داریوش داریوش اون نشدی سومی گفت شاروخ اصلا یه چیز دیگه شد کامل ولی بسیار آدم متشخص دوست داشتنی کاربلده اون تیم لبنان تیم عجیبی بود خیلی خاطره دارم از اون تیم لبه ساحل هم که زیاد میرفته دیگه من نمی ما انقدر کوچولو بودم عین همیشه میگم من و داوود صد عباسی عین اون دوتا موشا هستن توی
رابین هود تو کلیسای زندگی میکنن، میای نون برمیدارن میدارن میرن تو اتاقشون. من داوود زرباسی اونجوری بودی، شیطون بودم ولی دیگه انقدر نمیتونستم ارزندام کنم تو اون تیم. اون تیم خیلی تیم همه بزرگان فوتبال ایران اون دهه تو اون تیم بودن و بازی هم نکردم تو لبنان. آره. ولی این گله باعث شد که من برم، یعنی مسافر لبنان بشم. آره، هفته قبل دربی بود. آره دریبلش کنی خورد به پات اصلا. آره اومدم دریبلش کنم، اشتباه هم کردم، بعد یه ضرب میزدم دقایق آخرم از یکیچ بودیم فکر کنم، دویچ شد اگه اشتباه نکنم. آره شانسی بود، حالا باز من شانسی زدم، تو گل زدی ازن تو آزادی، من زدم شانسی زدم. آزادی بازی کنم میزنم آخه نمیشه. آفرین آفرین. اشتباه هم داشتم؟ نه بابا تو اشتباه. خب ببینیم آقا، ببینیم من خودم دفاع، آقا آدمی هم که میخواد اعدام کنه آخرین دفاعیه رو داره دیگه، بذاریم ببینم من دفاع کنم. نه حالا تو دوران بازی هر بازیکن اشتباه اینا میکنه، بزرگترین اشتباهی که تو دوران بازیگریت داشتی ایران امارات به نظرم، ایران امارات که اخراج شدی کلا. حالا برخلاف یه دونه اون، یه دونه بازی تو کورس قهرمانی بودیم، بازی سپاهان و پرسپولیس، آقای باقری امکان نداشت سر رو نزنه این بازی ایران امارات. آره این امارات که بعد اینجا این کارت خودش، این اصلا خودش زندان داشت، اعدام هم داشت. من اینجا یادم به کارشناس 90 گفت من هیچ پشیمونی هم در چهره آقای جمشیدی نمیدم. آره. و درست داره میگه، فکر کنم آقای چراغپور بود داشتم آدم سخم گفت دقت کنید هیچ چهره، هیچ پشیمونی هم در چهره جوان فوتبال ما نیست. درست میگه، این یکی از بدترین لحظات تاریخ زندگی تا آخر بازی، واقعا یکی از بدترین لحظات تاریخ زندگی بود. اصلا یادم نیست اینجا آقای دایی و آقای میناوندونه چی بهم گفتن، هیچی. اصلا اون لحظه به نظرم سکوت. چند دقیقه قبلش اون خطا رو کرده بود، خیلی عجیب. آه این بود، این هم صحنه بود میگفتی که بیرون، اینو میگفتی بیرون بود؟ اینه آره بیرون. آره. زدم. آره مطمئنم باشه جمع زدن دقیقه یه رجم راجع به داور رو میگفتم درست میگفتم. بله دیگه سسود هم شده بوده دیگه، گردنبند و نه خط ریش باریک شده بود و همچین دخترکش و گردنبند من این نداشتم قبلا. داشتی؟ نمیدونم، یعنی اولین سال یکی گردنبند هست. نمیدونم خط ریشت کلوف بود الان این اومده بود. خیلی راست میگذم صورت هم تو پر شده بوده دیگه، پرسپولیس و شهرت و ابروام اینو خطرم ابرو نه بابا ابرو دیگه، ابرو من ازم دیگه از همون روز اینجوری بوده تا الان الکی خطری شوری. خیلی بابا هممونم یه آرایشگاه میرفتیم خاطرم هست. آخه آقای جنگی خدا رحمتش کنه فوت کرد، جایی که باعث تحقیر من میشه خیلی روش مانو میده. اون دیریبا رو دیدی چقدر سری رد شدی؟ گفت چه سر توپای خوبی زدی آفرین اسایپا. آخه اولادی صحبت آخر استری وار تو انزلی، این هم محمد آقا. آخ چه آغوشه اولاد. آره من آقای خوردبین رو خیلی دوست دارم. چقدر باید مصاحبه گرفته بودی اینا رو نمیبینی؟ خب بازیکن پرسپولیس بودم اگه مثلا اومده تو محلمون با هم مصاحبه کرده، محمد بگم چقدر باید مصاحبه کرد اینجوری میرفتم تو خیابون. اینک چیه دیگه؟ واقعا اینجا میرفتم تو خیابون من. حالا همه تون میخندیم به خدا عکسای اون سالاتو با آقای دایی یه بار گفت بهت، تو یه دونه خدا شده کتش اپل لاشت اون اول جمع که اینقدر، یعنی یه آده یه چوب لباسی وسط بود یه دونه کت اینقدر یه آبیزون وسط، ولی این واقعا داغونه. فکر کنم نمیدونم یادم نیست ولی از خارج آورده بودم اینه نکرم. اینو باید نشون بده به اون دوستی که فکر کنم تجه نظر اصلا قصه بچه متفیه. من به خودم چه اینکی نداشتم. آره با فوتوشاپه بابا این من، من همیشه پشت گذشته خودم بایستدم غیر از این، من پشت این هیچ وقت باید نیست. این عینک بی‌نظیر بود. من خودم جز افرادی بودم که تو جلسات مختلف زمانی هم که آقای سوبل بودن از آقای پروین می‌خواستم که حضور پررنگ‌تری داشته باشن
متاسفانه آمار پاس گل تو لیگ آزادگان نیست دیگه اصلا. آره بله. اونا بره. نیست ولی فکر کنم خوب پاس گل داده باشی. اینم لیگ آزادگان ولی ها. این یه خیلی به ندرت تصاویر این لیگ آزادگانه. آره اینو من فرداش رفتم تیم ملی امید لبنان. الان براتون تعریف میکنم یه خاطره از این پاس دارم. اولا قبل بازی به نام ابوالقاسم پور بهم گفتش که جان مادرت من به همه گلرها گل زدم غیر از عابدزاده. بعد این پاسه رو دادم گل زد و خیلی خوشحال بود. خب گل زدم به عابدزاده افتخار بود. این سپاهان 3-2 فکر کنم اگر اشتباه نکنم. چی گفت آقای دیوه؟ فوش داد بهت اتبالا چه پاس بعد دادم بازم که بهش میدادم ناراحت. اینو الان من چی باید بهشون میگفتم؟ پاس خیلی تیممون خوب بود. خیلی پاس هم خوب بازی میکردی آه. آره پاس خیلی خوب بود. خیلی که بهترین سالای فوتبال این پاس بود. خسرو حیدری اومد بازی کرد. چی گل نکرد؟ سرزن میگفتی هستم اینا این بود. کرمونی ها فقط مثل که اینجوری نیستن. ولی چی جوری پیدا؟ این بازی استقلاله. یکیچ برد این بازی رو. مرسی واقعا خیلی خداییش فوتبالیست خوبی بودی. من مخلص میگم خداییش بدون هیچ گونه اقراق متشکرم که این برنامه رو درست کرد. فوتبالیست خوبی بودی. آقا من در طول این سالا خیلی چیزای عجیبی از خودم شنیدم. یکی از بدترین تعاریفی که از خودم شنیدم این بود که فوتبالیست خوبی نبود ولی بازیگر خیلی خوبیه. آره این دیگه خیلی اون یکی که هنوز قبول نکردن که خوششون نمیاد ولی نمیخوانم دیگه وایسن جلوی موجه و اینا. این به نظرم حالا اینکه بعدش من وارد یه عرصه دیگه ای شدم و اصلا یک معقوله جداست ولی با فوتبال من شوخی نکنید. آره این اتفاقا خیلی خوب شد که همه ببینن که چه فوتبالیست توانایی بوده، حقش بوده. آره من هیچ وقت از خودم دفاع نکردم، میخواستم اینو بگم. آره نه این دفعه من از دفاع آره. هیچ وقت اصلا توضیحی ندادم چون به نظرم توضیح دادن بیشتر کوچیک کردن خودت. نسلی که الان مثلا پژمان جمشیدی فقط رو پرده سینما یا روی صفحه تلویزیون میبینه به عنوان یه بازیگر، چون الان کسی که 10 سالشه 12 سالشه 15 سالشه خاطره ای از فوتبالیست بودن پژمان جمشیدی نداره دیگه. این خودش یه تجدید خاطره شد برای تو و یادآوری نکته به همه که آقا این بازیگر الان که اینقدر دلبری میکنه برای شما و دوستش دارید یه فوتبالیست بسیار توانا بوده در حد خودش و همین دیگه. خیلی ممنونم. مرسی. اولین بار بود اینقدر برام تعریف کرد. آره دیگه تکرار نمیشه. خیلی ممنونم. ولی خیلی ممنونم از بچه‌هاتون که آره خیلی اصلا کیف کردم. نمیتونم نمیخوام خیلی احساسی بشم که برنامه به یه سمت دیگه بره ولی میتونم حداقل در لفظ بگم که واقعا حظ کردم از دیدنش. به معنای واقعی کلمه. مرسی از بچه‌ها و مرسی از تو که همراه بودی و حالا بعدش با هم دیگه گپمون ادامه داد. اول قطعاً خیلی‌ها نمیپذیرفتنت. خیلی‌ها هم اعتقاد دارن فوتبالیست‌ها آدم‌های کم‌سوادی‌ان. دو سه تا واکنش کاملاً پخته از تو من دیدم. پژمان جمشیدی برای فیلم سوء تفاهم وقتی میخوام جواب اون آدمه رو بدم کلن چند ساله که اول به این فکر میکنم. در رو باز کن لاعبالی. باز کن لاعبالی. یکی دوباری برام پیش اومده که سفید شده ذهنم، یعنی دیالوگ هیچی. این تیپ فریبورس توی زیرخاکی کار خودت بوده.